برملا شدن ثروت پنهان تعدادی از رهبران جهان در یکی از بزرگترین افشاگری‌های اسناد مالی موسوم به اسناد پاندورا با واکنش تعدادی از افراد حاضر در این فهرست روبرو شده است. در این فهرست نام حدود 35 رهبر فعلی و سابق و بیش از 300 مقام دولتی در کشورهای مختلف جهان دیده می شود. اسناد پاندورا توسط کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی منتشر شده و در آن درباره گریزگاه‌های مالیاتی تحقیق شده است. در واقع این گزارش ادعا می‌کند که افراد حاضر در این فهرست به دلایل مختلفی از جمله فرار مالیاتی دارایی‌های خود را در شرکت‌های فراسرزمینی پنهان کردند. در این تحقیق 29,000 شرکت فراسرزمینی مورد بررسی قرار گرفته است. داشتن شرکت‌های فراسرزمینی اتفاقی غیر قانونی نیست، اما سازمان‌های خبری کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی اعلام کردند این نوع فعالیت می‌تواند برای مخفی کردن ثروت و فرار از مالیات استفاده شود. ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، نخست وزیر جمهوری چک، مقامات پاکستانی و خانواده عمران خان نخست وزیر این کشور، خانواده الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان و نخست وزیر امارات متحده عربی از جمله افراد حاضر در این فهرست هستند. کاخ کرملین اعلام کرده هیچ گونه شواهدی مبنی بر اینکه اطرافیان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دارای ثروت پنهانی هستند وجود ندارد. طبق اعلام روزنامه واشنگتن پست که خود یکی از اعضای این کنسرسیوم است، فردی که معشوقه ولادیمیر پوتین معرفی شده حدود 100 میلیون دلار ثروت پنهان دارد که شامل آپارتمان‌های مجلل و یک قایق تفریحی در موناکو است. وزیر دارایی پاکستان نیز اعلام کرده مقامات این کشور که در اسناد پاندورا از آنها نام برده شده مورد تحقیق قرار خواهند گرفت. همچنین طبق اسناد افشا شده ملک عبدالله دوم پادشاه اردن دست کم 30 شرکت فراسرزمینی ایجاد کرده و از آنها برای خرید خانه‌های لوکس در آمریکا و بریتانیا به ارزش بیش از 100 میلیون دلار استفاده کرده است. پادشاه اردن در واکنش به این گزارش گفته خرید این دارایی‌ها با هزینه‌های شخصی بوده و هیچ گونه هزینه‌ای از خزانه و بودجه دولتی صرف این کار نشده است. اردن همچنین اطلاعات منتشر شده درباره پادشاه این کشور را تحریف شده، اغراق شده و نادقیق خوانده است. آندری بابیس نخست وزیر جمهوری چک هم یکی از افراد حاضر در این فهرست است. بر اساس اسناد فاش شده، او ملکی به ارزش 22 میلیون دلار در فرانسه دارد. ادعایی که توسط نخست وزیر جمهوری چک رد شده است. نام حسن دیاب نخست وزیر سابق لبنان هم در این اسناد به چشم می‌خورد. دفتر رسانه‌ای نخست وزیر سابق لبنان ضمن رد هر گونه تخلف اعلام کرده حسن دیاب تمام سهام خود را در شرکتی که در اسناد پاندورا به آن اشاره شده واگذار کرده است. در اسناد پاندورا همچنین آمده که محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی و نخست وزیر امارات از پرداخت مالیات در جزایر ویرجین انگلیس و باهاما فرار کرده است. اسناد افشا شده پاندورا نشان می‌دهد خانواده الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان تنها در سال 2018 از فروش 1 ملک 91 میلیون دلاری به شرکت The Crown Estate که به نمایندگی از ملکه انگلیس به تملک و مدیریت املاک و زمین می‌پردازد 42 میلیون دلار سود کرده است. همچنین افشا شده که خانواده علیوف مخفیانه املاکی را در بریتانیا معامله کردند که ارزش آنها به بیش از 400 میلیون پوند می‌رسد. بیش از 600 روزنامه نگار در 117 کشور جهان در تهیه اسناد پاندورا که شامل 11 میلیون و 900 هزار سند است شرکت داشتند.